زنده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه ای، کامپیوتری و اینترنت بدور از هر گونه پیش داوری های فرقه ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادیخواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم، یکی از 3000 ایرانیان و 6-7 نفر غیر ایرانیانی که از سراسر جهان دور هم جمع شده اند و هر روز به تعداد آنها اضافه می شود برای یک هدف و اون پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری مطلق موجودیت و کلیت و هر چی که جمهوری اسلامی داره در سطح آشغال انداختن و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران. امروز روز آدینه 14 مرداد ماه 1390، هم جمعهمون شد آدینه، هم مردادمون شد امرداد. چند وقت دیگه من خودم فارسی اصلا یادم میاد. آدینه 14 مرداد 1390 برابر با 5 آگوست 2011. برنامه پوری امروز برای شما عزیزان داریم. در قسمت اول برنامه دو مهمان عزیز داریم، دو مهمان فوتبالیست که مسلماً میشناسید، خبرای برای شما دارن. در قسمت بعد یکی از اعضای هیئت امنا در رابطه با همیاری‌های مالی که داره انجام میشه و مچینگ فاندایی که انجام میشه، دکتر سیامک رفیع‌زاده چند دقیقه با ما خواهند بود. یه گزارش کوتاهی بعد از گروه بازرسی بر انتخابات و بعد دنباله بحث دیروز و شروع بحث شورای دوران گذار در نهاد مردمی و شنیدن نظرات شما عزیزان، مردم، هممون مردم، برای راهی که باید بریم جلو. اجازه بدید که قبل از اینکه از طریق اسکایپ وصل بشیم به اونور آمریکا و شهر فیلادلفیا، اگه یادتون باشه، اولا که دیروز یادتونه جمله من گفتم در مارکتینگ بازاریابی آمریکا معمولا اگر 0.3% یه کارایی جواب بده میگن به به چقدر عالی بوده. بنابراین ما در نهاد مردمی 0.3% هم داشته باشیم اشخاص فعال از این 3000 نفر، تازه میشیم معدل کارهای بازاریابی آمریکا. حالا بگذاریم که این کار سیاسیه و خودش اشکالای خودشو داره، ولی این حتی 1% هم حساب بکنیم، یعنی 1% 3000 نفر که میشه 30 نفر، خدمتتون عرض کردم که 1 نفر
که فعال باشه و بسیاری از اون رو ما در نهاد داریم و مطمئناً بسیاری دیگر هستن که هنوز استعدادشون کشف نشده، هنوز نشده باشون صحبت کرد ببینیم که چی میخوان، چی کار میخوان بکنن و غیره، که همه بیان بالا از پایین به بالا در این سیستم. اشخاصی که مصمم هستن که کاری رو انجام بدن ثابت کردن، هم در تاریخ، هم در تاریخ جهان، هم در تاریخ سیاست ایران، هم در 30 سال گذشته، هم در 10 سال گذشته و هم در این 10 ماه گذشته در نهاد مردمی. اشخاصی که با اراده میان و میخوان کاری رو انجام بدن، مصمم، فرقی براشون نمیکنه بالا پایین، این هدف رو میگیرن و تا آخرش میرن، برای اینکه باور دارن به این قلبشون که میگن من اگر کاری بخوام بکنم انجام میدم. این دو نفری که الان باشون صحبت میکنم دو نمونه از اون هستن به نظر من، ایمان فروتن. حالا تاریخچش مشخصه که یه نفرشون که چجوری یه روز تلفن زد تو تلویزیون پارس، نمیشتاختیم جلو شما اولین بار صحبت کردیم، دومی هم دو نفر بعدی هم که همه کارنامه اینا اسناد تاریخی هست. ولی حدود یه ماه و نیم پیش برنامه تلویزیونی ما داشتیم اینجا، شروع کردیم با آقای فرهمند کلایی صحبت کردن، تازه بعد از درگذشت شادوان ناصر حجازی بود و ایشون گفتن ایمان جان ما باید یه کاری بکنیم، من فکر میکنم ما بیایم یه کاپی به نام کاپ ناصر حجازی درست کنیم. اینا گفتم خب براو، چقدر خوب، نهاد مردمی هر کاری کمکی بخواد انجام میده. اجازه بدید ببینیم بعد از یه ماه این دو نفر از صفر چیکار کردن. میریم سلام میکنیم به دوست عزیز ورزشکار، بزنم به چوب، جوان خوشتیپ آقای فرهمند کلایی عزیز. فرهمند جان درود بر شما. صدامو داری فرهمند؟ خب من صدای شما رو دارم، شما صدای من دارید؟ بله، یکم تأخیر داریم. درود بر شما، بفرمایید صحبت بکنید با همه عزیزان در سراسر جهان. از فوتبال چه خبر فرهمند جان؟ اول از همه درود به تمام هموطنان عزیزم در همه جای دنیا، مخصوصا داخل ایران. امیدوارم که به زودی زود ما به پیروزی برسیم با کمک تمام گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب. دوست عزیزم جناب دکتر ایمان فروتن، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و من از اول که وارد نهاد شدم همیشه میخواستم مسئول مژدگانی ها و اخبار خوب باشم، چرا که چقدر اخبار بد و منفی میاد و من همیشه میخواستم که یک انرژی مثبتی بیارم برای همیاری دادن به شخص شما و نهاد مردمی و تمام اعضای نهاد مردمی و تمام ملت ایران در هر بودی که کار کردم. و واقعا بخوام با افتخار بگم که همین در یک ماه و نیم دو ماه پیش ما تصمیم گرفتیم که یه همچین کاری بکنیم و میدونستیم که کار ساده‌ای نیست، به نظر ساده میاد ولی باید میرفتیم محلش رو تعیین میکردیم، بعد باید بیمه میگرفتیم و اجازه نامه میگرفتیم. بعد الان خانم سهیلا نیکپور با من همکاری خیلی نزدیکی دارن و ایشون وبسایتش رو درست کردن و چقدر زحمت کشیدن در این مورد که به طور خیلی منظم تیم‌ها و افراد بیان ثبت نام بکنن و ما یک نمونه‌ای بدیم از اتحاد ویبسایت. که چطور میتونیم بدون در نظر داشتن هیچ گرایش سیاسی یا مذهبی یا حزبی بیایم یک شخص اسطوره ورزش ایران رو، آقای ناصر حجازی، که مخصوصا در این اخیر هم صحبت کردن و انعکاس دادن درد و ظلمی که ملت ایران دارن تحمل میکنن، به این صورت بیایم یک تورنمنتی درست بکنیم. و همینجا از شما هم خیلی سپاسگزارم که شما رو ما رو دعوت کردید که بیایم تشویق بکنیم و از هموطنانمون بیان در هر کجایی که آمریکا هستن، بخصوص در کالیفرنیا، بیان و با ما در یک محیط سالم نشون بدیم به ایرانیان داخل کشور که ما هنوز این ارزش‌های والای فرهنگ ایرانی رو داریم و ارج می‌نهیم. و خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم و امیدوارم بتونیم که دوستان رو متقاعد کنیم که بیان با ما یه مسابقه فوتبال بدن و گرامی داشت بداشته باشن ناصر عزیز رو. خب جناب فرهمند کلایی، پس قدم به قدم اجازه بدید من سعی بکنم که برای خودم و عزیزان ببینیم که دقیقاً چه خبر هست. شما و خانم سهیلا نیکپور برای اولین بار به نظر من در این چند سال گذشته، حداقل دهه گذشته، که یک بازی‌های فوتبالی سالانه در شهر سان دیگو به نام جام دوستی انجام می‌شد، شما دو نفر اومدید دستتون رو بالا زدید، آستینا رو گفتید ما می‌خوایم اینو بیاریم حالا به شرق آمریکا، درسته؟
دقیقاً. بعد که گفتید این کارو می‌خواید بکنید، لابد با اشخاصی شاید صحبت کردید نکردید و این دعوت رو خواستید بکنید، بعد گفتید خب ما زمین فوتبال می‌خوایم، اجازه می‌خوایم از شهر یا هر چیزی که این مسابقات رو بذاریم، بعد لابد هتل بعد برید بگیرید، بعد رفتید یه وبسایت درست کردید، بعد رفتید پوستر درست کردید، میدونم با کلی افراد صحبت کردید، با همبازی‌های شادروان ناصر حجازی تو آلمان صحبت کردید، تو هم اروپا صحبت کردید، حالا با کسای دیگه صحبت کردید که الان صحبت نمی‌کنیم. پس رفتید زمین رو گرفتید، تاریخش هم مشخصه، پوستر من سو جار بزن تاریخش هست. فرمان جان چه تاریخی؟ اون یکی در لیبر دی ویکند سپتامبر 3 تا 5 اوکی. شنبه، یک شنبه و دوشنبه. شنبه، یک شنبه، دوشنبه سپتامبر پوستر رو لطفاً نگه دارید. 2011 که لیبر دی ویکند هست که تعطیلات 4 روزه هست در آمریکا و دوشنبهش هم تعطیله، در ایالت پنسیلوانیا آمریکا در شهری به نام کینگ آف پروش، یا من اول فکر می‌کردم کینگ آف پرشیا است، بعد فهمیدم کینگ آف پروشیا است. اسم تورنمنت هست لیبرتی بل یونیتی کاپ آف ایران. لیبرتی بل اون زنگ بزرگ فیلادلفیا است که مال زمان قانون اساسی جان ادمز و اینا، درسته؟ دقیقاً. اصلا شهر فیلادلفیا معروفه به اون لیبرتی بل، حالا به زودی عکسش هم حتما نشون میدیم، فیلمش هم میگیریم. یونیتی کاپ هم که میشه جام همبستگی، یونیتی همبستگی. پس جام همبستگی بغل زنگ آزادی و آزادی خواهیه، بعد در رابطه با ایران. عزیزانی که میبینن صفحه تلویزیون و وبسایت تشریف ببرن هست www.libertybellunitycupofiran. البته درازه ولی لغتش یادون باشه میشه لیبرتی که آزادی، بل هم که همون زنگی خدمتتون عرض کردم، libertybellunitycupofiran.com. من الان از شما هم خواهش میکنم که فرهمند عزیز و سهیلا اگه لطف بکنید یک متن کوتاهی با آدرس وبسایت و مشخصات این جریان بنویسید، لطفاً سریع بفرستید به بنده و یا دکتر کریمی در دبیرخانه آگاهی رسانی از گروه تکنولوژی، و عزیزان خواهش میکنیم که سریع بذارن این رو روی سایت نهاد مردمی و ایمیل بکنن به تمام چند هزار تا اعضا که اونهایی که در شرق آمریکا هستن بیان یا لباس تنشون کنن با شما فوتبال بازی کنن یا حداقل دست بزنن سود بزنن، درسته؟ میشه یا بیان با ما کباب بخورن. خیلی کار میشه کرد اونجا با هم. از اروپا هم میتونن بیان دیگه حتما. ما داریم افرادی که یه شخص خیلی محترمی که دوست سهیلا جان بود که قرار بیان اینجا و ما بازی کنن، هم بازی جناب ناصر حجازی بود. من میخوام سهیلا خودش رو صحبت کنه. و جای تشکر دارم داریم از آقای علی محبی و آقای رامین قاضی که بنیانگذاران جام دوستی و اتحاد هستند و به ما اجازه دادن که این کارو بکنیم و اینها خودشون خواهند بود در این جام. و بار دیگر از تمام هموطنان عزیزم خواستارم که بیان و با ما در این محیط سالم نشون بدیم به ایرانیان داخل ایران که چطور میتونیم با هم باشیم و متحد برای یک هدف. بسیار بسیار عالی. فرهمند عزیز اجازه بدید که من بقیه سوالا و اطلاعات رو از سهیلا بپرسم. فقط یه سوال دیگه از شما دارم، چون ما میدونیم که این مسابقات تورنمنت همونجوری که شما فرمودید نه کار سیاسی هست، نه برگزار کنندگانش نهاد مردمی یا کسای دیگه هستن، شما و سهیلا شخصی و فردی دارید این برگزار کننده میکنید، ولی نهاد مردمی تیم فوتبال داره اونجا، درسته؟ بازی بکنه؟ 100%. شما هم امیدوارم که بله من میام اونجا کوچ میشم، حالا بذار من گرم کنم بخرم از من بازی کنم. من والیبالیست بودم، فوتبالیست بلد نیستم، ولی چشم میام مثلا 2 دقیقه اگه ایزه بدین میام سوت میزنم میام بیرون. خب پس ببین سوتم دقیقا. ببین پس فرمان جان واقعا از دور دستت میفشارم، خسته نباشی، درود بر تو، درود به شرف شما عزیزان، و همونجوری گفتید خبرهای خوب و خوش آوردن و لبخند به لبان عزیزانمون در داخل و خارج از کشور آوردن خیلی مهمه. در این رابطه هموطنان عزیز خبرهای دیگری هم هست که در روزها و هفته های آینده خواهید دید. بنده هم خودم اونجا خواهم بود، دکتر تهرانی مستعار هم مثل این که از اروپا میخواد بیاد، ایشون هم اونجا رو میبینیم که در لباس فوتبال بیان بازی کنه. هموطنان عزیز از فرهمند خداحافظی میکنم تا ارتباطتون رو برقرار کنیم به خانم سهیلا نیکپور عزیز منصور، مثل این که یک کلیپ ویدیویی انتخاب کرده. فقط
ویدیو رو که دیدیم سهیلای عزیز اگه صدای من میشنوی به احتمال زیاد بعد تماسی با آقای دکتر رفیع‌زاده داشته باشیم، چون قراره که وسط کار برنامه کاریشون 12:20 به ما 10:20 به زنگ بزنن. بعد از دکتر رفیع‌زاده برمیگردیم با سهیلا، با ما باشید.
با درود مجدد خدمت شما هموطنان عزیز، همجوری خدمتون عرض کردم یکی از همرزمان ما آقای دکتر سیامک رفیع‌زاده که در دفتر کارشون هستن 5 دقیقه قرار شده که حدود سر ساعت 10:25 که الان هست به وقت غرب آمریکا به استودیو زنگ بزنن و در رابطه با همیاری‌های مالی که در نهاد انجام شده و داره پیش میره صحبت کنن. بنابراین اجازه بدید که من گفتگو ما با سهیلا نیکپور عزیز هنوز شروع نکنم، چون احتمالاً اگه شروع بکنیم وسطش مجبوریم قطع بکنیم که دکتر رفیع‌زاده صحبت کنن. بنابراین تا وقتی که منتظر تلفن ایشون هستیم اجازه بدید که بریم به دنبال پخش چند تا از صداهایی که امروز قرار بود این کارم انجام بدیم. دیروز یادتون باشه دون دو تا جوون منظور اسمشون چی بود که اولی اومد گفت من این کارو کردم و بهزاد بود، بهزاد و دو تا دوستا رو کیوان بهزاد دقیقاً بله. و الان اجازه بدید من فکر می‌کنم شمشیر برنده رو هم دیروز پخش کردیم بله، و اینجا طوفان لرستان رو نوشته بودید و ولی من دوستات جدیدم اینجا دارم میبینم، انوشیروان عادل و مرضیه. پس اجازه بدید بعد از شمشیر برنده، آها طوفان لرستان، شمشیر برنده، مردی از اصفهان، بریم از مردی از اصفهان شروع کنیم. تلفن‌ها رو گوش میدیم تا تلفنی که منتظرش هستیم بیاد. مردی از اصفهان. من مردی از اصفهان حمایت خود را از نهاد مردمی و فرد اصلش اعلام میکنم. درود به شما مردی از اصفهان، پیر مازندران. حمایت دبر مازندران، دبر مازندران، اینکم بزن از یک هدف و 5 اصل نهاد مردمی با تمام وجودم حمایت میکنم. درود بر شما و همه ایرانیان آزادی خواه سراسر جهان. درود به شما ببر مازندران. حسن حسین از ایران. من حسین هستم از ایران. چون که از عضو نهاد مردمی باشم و این عضو رو قبول دارم و امیدوارم که هرچه سریع‌تر کشه آخونده ها کنده بشن. ممنون هستم. سرهنگ اخراجی. من سرهنگ اخراجی هستم، نام مستعار من. من عضویت خودم رو در نهاد مردمی بدین وسیله اعلام میکنم و تمامی اصول اون نهاد رو به رسمیت میشناسم و قبول دارم. موفق باشید، خدا نگهدار. نفر بعدی مرضیه، خانم مرضیه از ایران. الو سلام، مرضیه هستم از قزوین، اما دیگه خودم رو با نهاد مردمی اعلام میکنم. خدا درود به شما. انوشیروان عادل از ایران. پاینده ایران، جاوید ملت ایران. من انوشیروان عادل هستم. پشتیبانی خودم از 5 اصل اعلام میکنم. دوستتون دارم، موفق باشید. جاوید ایران، پاینده پرچم شیر و خورشید ایران. درود خودم هم به تیمسار روحانی میرسونم چون همکارشون بودم. یا علی مدد. خانم پری از هند. الو سلام، من پری هستم، از هلند زنگ میزنم و با هدف شما و 5 اصل نهاد مردمی موافق هستم. هلند. درود بر شما، امیدوارم گروه آیین‌نامه این هی دو چشم هلند و هند نزدیک به همه لابد اشتباه شده، لطفاً این درست بکنید، منظور جان یادداشت کنید. محمود از ایران. من محمود صفی با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان با 1 هدف و 5 اصل نهاد مردمی موافقم. امیدوارم روز خوبی داشته باشیم، خدا نگهدار. نفر بعدی رضا از اسپانیا. درود بر نهاد مردمی، من از اسپانیا تماس میگیرم. زنده باد، زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران.
رضا پلنگ هستم، امیدوارم که ایران آزاد بشه. نفر بعدی از ایران. بلک هستم از ایران، از نهاد مردمی حمایت میکنم. اجازه بدیم بریم صفحه بعد. محمد آزادی از ایران. با سلام، من محمد آزادی هستم از ایران و پشتیبانی خودم را از نهاد مردمی میکنم و برای آزادی ایران و ایرانی و نابودی رژیم خائن تلاش خودمان را میکنیم و یک روزی موفق میشیم و باید موفق شویم. خدا نگهدار. درود به شما محمد آزادی. فرشته از آلمان. الو سلام، من فرشته هستم از هامبورگ زنگ میزنم. با نهاد مردمی و پنج اصلش موافقم. خداحافظ. نورسته از ایران. من از ایران نورسته با نام مستعار نورسته پشتیبانی خود را از نهاد مردمی و پنج اصل آن اعلام می کنم و امیدوارم که در کارتان موفق باشید. بسیار عالی. مثل اینکه تلفن آقای رفیع‌زاده هستن. اوکی، بیاین تو استودیو. پس تا نورسته رو پخش کردیم. خط شماره. درود به دکتر سیامک رفیع‌زاده عزیز و درود بر شما. درود بر شما ایمان عزیزم و تمام دوستان و همه آزادی خواهان ایران عزیزمون. سیامک جان خیلی متشکرم که و چقدر خوشحال من خبر دادن که در وسط برنامه کاری شما تونستید 5 دقیقه تنفس بگیرید که امروز در این برنامه حضور پیدا کنید. هموطنان عزیز، دکتر سیامک رفیع‌زاده نه تنها یکی از اعضای هیئت امنای نهاد مردمی هستند، از اعضای پایه‌گذار که نهاد مردمی، بلکه در یک گروه نظارت بر امور مالی به همراه دکتر تقی آلرضا، آقای ابراهیم گنجی و آقای پرویز حدادی‌زاده همکاری میکنن بر اساس اون اصل شفافیتی که از روز اول نهاد مردمی قول داد به مردم و دقیقا اون کارم داره انجام میشه. سیامک جان خیلی متشکرم، میدونم وقتتون کوتاه هست، بفهمید شما صحبت رو داشته. متشکرم ایمان عزیزم، من فقط خواستم با هموطنان عزیزم چند دقیقه صحبتی بکنم و شروع این همیاری مالی و اعلام بکنم و ازشون خواهش بکنم که مثل سازمان های دیگه که در راه مردم دارن قدم برمی‌دارن، نهاد مردمی، نمی‌خوام بگیم تنها سازمانی هستیم، ولی یکی از سازمان‌هایی که از مردم و برای مردم و برای نجات کشورمون داریم کار می‌کنیم، کمک بکنن برای رسیدن به آزادی و رهایی از این استبداد باید بهایی پرداخت و این کار هزینه داره. بعضی از جوانای ما در خط مقدم جبهه در مبارزات رو در رو با این دشخیمان رژیم در خیابون‌ها و در زندان‌ها دارن مبارزه می‌کنن و دارن جونشون رو میدن، شکنجه میشن، و ما که در خارج از کشوریم حداقل اکثریتی که هستیم باید بتونیم یا با وقتمون یا با برنامه ریزیمون یا سازماندهی و یا حداقل کاری که میشه کرد با کمی کمک مالی به مردممون بتونیم کمک کنیم که به هدف نهاییمون برسیم. ما چیز زیادی نمیخوایم، ما میخوایم از چند میلیونی که در خارج از کشور زندگی میکنن حداقل 10% بیان جلو و پول یک قهوه روزانه و یک چای رو که میشه 2 دلار در ماه میشه 60 دلار 1000 نفر 2000 نفر پرداخت کنند و این هزینه ها هرچه بیشتر ما جمع آوری کنیم در راه کمک به زندانیان سیاسیمون و خانواده هایی که واقعا درگیر هستن با این رژیم به کار خواهد رفت و همچنین قسمتش هم برای کارهای روزمره و برنامه هایی که نهاد مردمی برای هدف مقدس خودش که همون نجات کشورمون از دست این دشخیمان مذهبی استفاده کنیم. امروز چند تن از دوستانمون مثل خود شما دکتر فروتن به طور موازی هر دلار به دلار که جمع بشه قرار همیاری
بشه و همونها رو دلار به دلار پرداخت بکنین. و تا الان تا اونجا که من میدونم از این 60 هزار دلاری که در این ماه آگوست ما احتیاج داریم تا حدود 20 هزار دلار از این طریق جمع آوری شده و خواهشی که از هموطنانم دارم اینه که بیان جلو و این سکوت رو بشکنن و حداقل کاری که میشه کرد از دورا دور گروهی که برای نجات ایران داره کار میکنه رو حمایت بکنن. من صحبت دیگه ای ندارم، هر سوالی که باشه در حاضرم که بتون در خدمتتون باشم و جواب بدم و از طرف خودم از این گروه مالی و از تک تک بچه‌ها که اینقدر زحمت کشیدن برای این شب و روز کار کردن، برنامه ریزی کردن و از کمک‌های تکنیکی خود شما که روی سایتمون ما دلار به دلار هر پولی که جمع میشه نشون میدیم کی پرداخت کرده، اگه اسمشون بخوان دیده بشه اونجا هست، اگه بخوان ناشناس بمونن همون کار هم انجام شده و به طور شفاف و با کمک چند محاسبه‌گر و حسابدار که به این کارها هر ماه خواهند رسید ما تمام این پولهای جمع‌آوری رو و خرجی که می‌کنیم رو به مردم نشون خواهیم داد. دکتر سیامک رفیع‌زاده خیلی خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، از گزارشی که دادید و من فکر می‌کنم این سیستم و روند و پروسه‌ای که در نهاد انجام شده و شما و سه نفر دیگر دوستان علاوه بر هیئت آمنا و مدیریت اجرایی و نظارت میکنن برای اون یکی از اون اصول پایه‌های مهم هست برای این عدم اعتمادی که احتمالاً سالها در میان افراد اپوزیسیون بوده و این 100% کمک خواهد کرد به اعتماد سازی. من بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم، میدونم سر کار هستید و اگر صحبت جمله آخری دارید بفرمایید سیامک عزیز. من فقط صحبت آخرم اینه که باید این سکوت شکوند باید جلو اومد و حداقل کاری که میشه کرد از سازمان‌هایی که واقعا در راه مردم خدمت میکنن حمایت کرد و نهاد مردمی رو من خودم به شخصه در صدر این گروه ها میدونم و باید بهایی برای آزادی و برای دموکراسی خواهی پرداخت و ما با جون و دل این بها رو خواهیم پرداخت. درود به شما، خیلی متشکرم دکتر سیامک رفیع‌زاده عزیز و بدرود تا جلسه بعد که با هم صحبت کنیم. بدرود، روز شما بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیز، همینجوری که توجه فرمودید و دکتر سیامک رفیع‌زاده گفتن، الان روی سایت از این 60000 دلار 21472.88 سنت هست. 38000 دلار هنوز مونده و توجه آخرین شخصی که همیاری کردن خانم مهیندخت میرحسینی هستند، از شخصیت های حقیقی نهاد مردمی 200 دلار پرداخت کردند و دکتر آرزا و خود من که قولشو داده بودیم که به اندازه هر دلاری که میاد مقداری همیاری ما انجام بدیم، مچینگ فاند انجام شده. آقای دکتر جاوید از شخصیت‌های حقیقی، ایشون هم مچینگ فاند دارن. بنابراین اینی که دکتر سیامک رفیع‌زاده گفتن واقعا مهمه. ببینید این عزیزانی که از داخل کشور زنگ میزنن، هر تلفن اینها کلی ارزش داره، روش نمیشه رقم گذاشت آیا 1 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 1,000,000 دلار. همینجوری که ایشون گفتن، دکتر آرام سامی هم در جلسات قبل گفته بودن، اگر ما میخواهیم به جایی برسیم برای آزادی باید به اون جایگاهی که باهاش موافق هستیم یک جوری همیاری کنیم. نمیشه دیگه نشست، نمیتونیم بگیم بشینیم برن ایران آزاد بکنن بعد خودش آزاد میشه. هر کسی یک جوری میتونه کمک بکنه. کسی که نمیتونه کمک مالی بکنه به هر دلیلی، به خاطر اینکه نداره، با فکرش، با تلفنش، با این ور اون ور صحبت کردن، در رابطه با نهاد گفتن، کسانی که تجربه کاری دارن، کاری بلدن، تایپ میکنن، ترجمه میکنن، ادمین اتاق پلتاک میکنن، این همه دبیرخانه هایی هست که دونو میاد، تمام اینا پشتیبانی هست. و اونایی هم که البته میتونن 1 دلار، 2 دلار، 5 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 10000 دلار، تعداد صفرهای تهیه اون رقم مهم نیست، تعداد این، یعنی مهم این قدم رو به جلو برداشتن که یک شخص دیگه بیاد بگه آقا منم هستم. هر جوری که میتونید بگید منم هستم. و اگر نکنید، این سازمان هایی از جمله نهاد مردمی که داره زحمت میکشه، اینجوری این اشخاصی که صبح شب دارن زحمت میکشن، دل سرد میشن آخرش میگن خب برای چی دیگه. دوستانی که تمام کسانی که شما در نهاد مردمی دیدید از جمله خود من و دوستان دیگر، کدومی که هیچ کدوم از ما اصلا میخوام بریم مثلا ایران چی بشه بعد بریم مقام بگیریم،
آخر عمری یا نمیدونم یا دنبال پول هستیم، خیر. همینی که فرهمن میاد میگه من این کارو کردم، سهیلا میاد میگه من این کارو کردم، جاوید آزادی میگه من این کارو کردم، 265 اینجور، آقای دکتر تهرانی میگه آقا من میخوام ادمین بشم در اتاق پلتاک، این همه عزیزانی که مینویسن، ایمیل میزنن، تلفن میزنن، اینها قدم هایی هست که ما رو به پیش جلو میبره. ولی از همه مهمتر به نظر من شما عزیزان داخل کشور هستید، اینها فقط برای شما عزیزان داخل کشور هست، وگرنه ما که خارج از کشور هستیم اکثرا که لازم نیست برگردیم ایران، نشستیم هوا هم خوب و بیچ و ساحل و قهوه و رستوران و مرخصی و این حرفا، تمام برای شما عزیزان داخل کشوره. شما عزیزان داخل کشورم درخواست امروز نهاد مردمی اینه که یه تلفن بزنید. در نهاد مردمی نگفته بریزید تو خیابونا، به احتمال زیاد هم هیچ وقت اون نخواهد گفت، یا نگفته که نمیدونم این کارو بکنید اون کارو بکنید، یه تلفن، یک تلفن، یک کارت تلفنی 5000 دلار 5000 تومانی و دوستاتون بگید آقا اگه قبول دارید اینجا رو زنگ بزنید، منم زدم بگیم آقا ما هم هستیم و ما پشتیبان شما هستیم، که ما بتونیم به عنوان نمایندگی شما عزیزان در داخل کشور بریم در مراجع بین‌المللی بگیم بابا ببینید این همه چندین هزار صدا هست، اینها انسان‌های حقیقی هستن، الکی نیست که مثلا ممکنه با ایمیل کلک زده باشن. خب اجازه بدید که بریم تماسمون رو با سهیلا نیکپور عزیز برقرار بکنیم و بعدش برمیگردیم. یک تنفس کوچک منصور عزیز، اون آگهی جدیدی که برای مالی هست، بعدش هم با گروه نظارت در انتخابات و بعد بحث و صحبت در رابطه با شورای دوران گذار و صحبت با عزیزان و تلفن‌های شما. خب لباس فوتبالش هم پوشید. سهیلا عزیز درود بر شما، هموطنان عزیز، بانو سهیلا نیکپور، یکی از عزیزانی که واقعا باعث افتخار هست با ایشون کار کرد و همکاری کرد. مسلما میدونید سهیلا نیکپور دلیلی که اومد نهاد مردمی نه به خاطر فوتبال بود، نه به خاطر چیز دیگه بود، به خاطر این بود که ایشون قبل از نهاد مردمی برای کمک به پناهندگان و پناهجویان سیاسی در ترکیه و الان در سراسر جهان کار میکنه. گفتن واقعا نداره، برای اینکه مسلما سهیلا این کارا رو برای قلب خودش و برای دل خودش و برای وجدان خودش میکرد، نه اینکه یه نفر مثل فروتن بیاد بگه به به و چه چه. هر اشکالی که ما در نهاد داریم، چون نهاد مردمی دو سه بارم الان این کار انجام شده، این پناهجویان، این عزیزانی که در سراسر جهان هستن و احتیاج به کمک دارن به نهاد زنگ میزنن آقا برای ما این برنامه رو پخش کنین تو تلویزیون، نامه بدین، رفرنس بدین، فلان بدین، و ما در نهاد میگیم آقا ما نمیتونیم بریم در اون قسمت، ما اگر وارد اون قسمت بشیم وارد قسمتی خواهیم شد که فقط باید معذرت خواهی کنیم و بگیم چرا اسم این شخصو گفتیم، چرا پرونده اون شخصو کار نکردیم، و تنها راهی که ما داریم الان میفرستیم به فرهمند و سهیلا، و هر موقع هم که تا الان برای سهیلا ما چیزی فرستادین سهیلا دو سه قدم از ما جلوتر بوده، میگه پریشب با این خانم صحبت کردم، پریروز با دکتری صحبت کردم، فردا اینجوری این حرفا. هموطنان عزیز سهیلا نیکپور ولی امروز به عنوان یک فوتبالیست نه یک پشتیبان پناهجویان ایرانی. سهیلا عزیز درود بر شما. درود بر شما و تمام هموطنان، خوشحالم که با صحبت میکنم، البته در مورد فوتبال، ولی خب ما همیشه پشت پرده راجع به چیزهای دیگه هم صحبت میکنیم ایمان جان، ولی خب این راجع به این تورنمنتی هست که من با هم دیگه همکاری کردیم و برنامه‌اش رو ریختیم و اومدیم جلو، به زودی هم انجام خواهد شد، تقریبا یه ماه دیگه امروز که میشه تقریبا میشه روز سدده، اولین روز گیم مخواه، نه دومین روز گیم مخواه بود که این روز مشخص میکنه کدوم تیما اول و دوم و سوم بعد برن روز دوشنبهش بازی کنن. اینه که میخواستم دعوت کنم از تمام دوستان، البته متاسفانه دوستانی که در ایران هستن نمیتونن بیان، ولی خب امیدوارم که یه مقدار بتونیم فیلمشو بگیریم پخش بکنیم توی نهاد که بتونن ببینن، عکس خواهیم داشت از این برنامه. به هر حال متاسفم که نمیتونم، ولی خب با دیدنش شاید یه مقدار کیف بکنم. ولی خب شماهایی که بیرون از ایران هستین و ایرانی هستین، چه پناهنده، مخصوصا پناهنده، من دقیقا خیلی دلم میخواد که دوستان پناهندم بیان، دارم سعی میکنم یه مقدار از بچه‌ای که پناهنده بودن و خودم یه مقدارشون آوردم و با سازمانهای دیگه هم حتی اومدن، اونا هم بتونن بیان با ما بازی کنن. به هر حال جمعمون جمع ایرانی خواهد بود، ولی خب من یه مقدار از دوستای اروپاییم هم دارم میارم، برای اینکه من الان 30 سال تو فیلادلفیا هستم، تو این 20 سالش حسابی فوتبال بازی کردم، یه عالمه دوست فوتبالیست دارم و اینا همه از مملکت‌های مختلف میان، یه مقدار اسپانیایی هست، مکزیکی هست،
دو سه تا عرب هستن، کویتی هستن، دارم سعی میکنم اونا رو هم بکشم بیان، برای که اونا رو میخوام بیان که با ما ایرانی هم آشنا بشن. برای فوتبال یه ورزشیه که یونیورساله، هیچ فرق نمیکنه که تو از کجا بیاد، نشنالیتی چیه، ما همه با هم دیگه میخوایم با هم دیگه فوتبال بازی کنیم، کیف بکنیم. به قول معروف ایمان جون و آقای کریمی و هر کسی دیگه هم که میخواد بیاد بیاد، ما تیم نهادو داریم، ناراحتم نباشیم، من تو تیمتون هستم. سعی میکنیم یه چند تا دریبل بزنیم، یه شاید هم یه چند تا گل هم بزنیم. ولی میخواستم بهتون بگم برای دوستانی که در خارج از ایران هستن و علاقه من هستن که بیان بازی کنن، ما هم تیم رجیستریشن داریم هم اندیویژوال رجیستریشن، یعنی هر کسی که فوتبالیسته حالا نترسه که توی تیم نیست، بیاین رجیستر بکنین روی وبسایتمون، رجیستریشن اندیویژوال رجیستریشن هست، شما رجیستر بکنین، تمام اینفورمیشناتون هم اونجا میتونین بزنین، همه چیز میاد زیر دست خود من و فرهمند و با کمک آقای علی محبی ما تمام تیم‌ها رو درست خواهیم کرد و امیدوارم که همه وقت فکر می‌کنم آب و هوا اینجا خیلی خوب خواهد بود. ممکنه یه ذره داغ باشه. سهیلا جان، پس اگر کسی دوست داره فوتبال بازی بکنه ولی تیمی نداره، فقط کافیه بره رو وبسایت شما که وبسایتش هم الان دوباره میگم هست www.libertybellunitycupofiran.com. این رو ما همونجوری که از فرهمندم خواهش کردم، اگه لطف بکنید دو سه خط هر چقدر میخواید اطلاعات این رو سریع بفرستید، ما رو وبسایت میذاریم. از دکتر کریمی خواهش میکنیم اوکی بکنم به تمام اعضام فرستاده بشه. پس هر کسی چه با تیم چه بی تیم میتونه ثبت نام بکنه و اگر انفرادی هم باشن شماها عزیزان اون شخص رو میذارین توی تیمی که بازی بکنه. بله، ما هدفمون اینه که همه با هم دیگه اینجا بر بخورن، به قول معروف اوقات خوبی با هم دیگه داشته باشیم، ما هاف گود تایم. خب من دو سه تا سورپرایز هم دارم و آره اون سورپرایز دارم که حالا سر موقع خواهیم گفت. حالا چه روزی باید فیلادلفیا باشن کسانی که میخوان بازی کنن؟ جمعه رجیستریشنه؟ جمعه رجیستریشنه، جمعه شب رجیستریشنه. دوم میشه یا سوم میشه جمعه؟ جمعه میشه سوم سپتامبر. پس عزیزانی که میخوان از هر جای دنیا یا آمریکا فوتبال بازی کنن، روز سوم سپتامبر یه ساعتی تا قبل از دیگه بعد از ظهر شب بعد تشریف ببرن پنسیلوانیا باشن. حتما هم اطلاعاتش روی وبسایت هست، هم میدونم جا هتل اینا هم شما گفتید کجا میتونن باشن، میان اونجا ثبت نام میکنن و بعد فردا شروع میکنن بازی شنبه، درسته؟ بله، همه چی همه هر اینفورمیشن رو خان روی وبسایت هست، شماره تلفن شخصی من هست، مال فرامند هست، سوالای دیگه ممکنه به وجود بیاد تلفن رو بردارین زنگ بزنین ما جواب میدیم. البته بعضی موقع خوابه اون موقع زینا ولی اصولا ما حاضریم هر سوالی که هر کسی داره جواب بدیم. رجیستریشن درست خود همین وبسایت هست و ما جرزی تورنمنت درست کردیم با لوگوی تورنمنت و این داره حاضر میشه. شاید تا دو هفته دیگه یه برنامه کوچولو بذاریم، من جرزی رو هم نشون بدم، شاید یه دیت به خاطر جرزی بلندشم بیاد. ولی گیممون لول های مختلف داره، تیم ها رو سعی میکنیم مساوی در بیاریم که همه اوقات خوبی داشته باشن. چندین تا خانم هم قرار بازی بکنن، اینی که فکر نکنید تمام آقایون هستن، بنده به حقوق زنان خیلی احترام دارم، اینه که شما هم آماده باشین که از دو سه تا زن دریبل بخورین. در این حال میخواستم بهتون بگم وسایلی که لازم داری ایمان جون، شما و آقای کریمی و بقیه دوستان از کالیفرنیا دارین میاین، با وسایل لازمی که دارین، شین گاردز، اینا برای زانواتونه، ساق پاهاتونه، خب اینا رو باید بخرین. خب سی ساله نپوشتم از این کفش دارم، کفش فوتبال. اوه پس کفش تنیس فاید نده، بعدم کفشتونه. آره نه فوتبال پشتش بعد تهش اینجوری باشه، خواهش میکنم مدلش هم یا آدیداس یا هر چی که دلت میخواد باش، آبروی ما رو جلو مردم میخواد ببر. اوکی فوتبال هم ما فراهم میکنیم. توپ با شما، پس پیرن و شورت و شینگار در سر زانو و جوراب و حالا کفش فوتبال. سی سال عزیز. چند تا بیارین که خیلی خوبه. بخاطر بومی. بسیار خوب. سوال عزیز دست درد نکنه. من کل چند تا سوالای دیگه هم دارم ولی مسلماً حتما برنامه‌ریزی خواهیم کرد در این چند هفته آینده. هر بار این کار انجام شما بیاین و دوباره اجازه بدید که من اعلام بکنم، شما هم تایید بکنید، این جام دوستی فوتبال هیچ برنامه سیاسی نیست. برگزار کنندش نهاد مردمی نیست، هیچ حزب سیاسی و گروه سیاسی نیست. شما دو نفر، سهیلا نیکپور، آقای فرهمند کلایه، با همکاری با برگزار کننده مثل اینکه سالهای گذشته این برنامه فوتبال این کار دارین انجام میدید. هر کسی هم دلش بخواد میتونه هر سازمانی، گروهی، تیمی، شخصی، فردی، سازمانی بیاد و تیم بیاره. نهاد مردمی فقط مثل اینکه از تیم‌ها رو میخواد بیاد بازی بکنه، بنده هم بنزه توش.
بله نه شما میان اونجا بعد بازی کنید، یه 10 دقیقه بعد بهم بگید. ای با 10 دقیقه که میگم یه چیز دیگه میخواستم بگم. من ما از طریق این تورنمنتمون داریم فاندم، یعنی مردم میان یه مقدار پول میدن برای این خرج داره. خب من و فرمان از پول خود تو جیب خودمون داریم میدیم، ولی خب این خیلی خرج داره و یکی از یه مقدار زیادی از دوستان اومدن و چیز کردن، ما رو اسپانسر کردن، اسپانسر شدن و پول دادن. یکی از اونها دوستای خیلی قدیمی من، 30 سال پیش من با این دوستم تو دبیرستان هدف هم مدرسه بودیم که اون اومد ما رو اسپانسر کرد و دوستان دیگه هم از مدرسه هدف تصمیم دارن که این کارو بکنن. برام می‌خواستم بگم که دوستی خیلی راه دور قدیمی مهمه، ولی خب به هر اینا همه میدونن که سویلا نیگور از اون بچگیش فوتبالیست هم بوده، این چیز تازه‌ای نیست. سویلا اطلاعات پشتیبانی مالی و هم اسپانسرشیپ رو وبسایت هست، درسته؟ بله، یه لینک داره میگه اسپانسرز و تا اونجا که من میدونم هر چقدرم اگر اضافه بونه از این همیاریا میره به سازمان غیر انتفاعی شما برای کمک به پناهجویان ایرانی، درسته؟ درسته. هموطنان عزیز و لطفاً رو خود من ایمان فروتن به عنوان اسپانسر حساب بکنید. هموطنان عزیز از شما خواهش میکنم جای دوری نمیره. جام دوستی، کاپ دوستی، فوتبال و بزرگداشت ناصر حجازی، این دون عزیز رو دل سرد نگه ندارید، برید رو وبسایتی گفتن و اطلاعاتش هم هست. اینم وبسایت ببینم که ان شاءالله فردا پس فردا دوشنبه سویلا فرامند بیان بگن که چند نفر اونجا رفتن، شاید خیلی ها و پشتیبانی کردن. ندیدم اونو، اجازه بده بره دوباره سویلا جان اون بوسه تو برای همه مردم بفرست. روبی نبود، درود بر تو، قربونت برم، شب و روزت بخیر، مرسی از تمام زحماتی که برای ایران ایرانی میکشی. خدا نگهدار. خدا هموطنان عزیز یک تنفس کوتاه میگیریم و برمیگردیم و ادامه برنامه با ما باشید. هموطن عزیز، برای ثبت نام و پشتیبانی از یکی از بزرگترین سازمان‌های مخالف حاکمیت اسلامی که هدف آن حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای حذف و نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در سرزمینمان می باشد، به تارنمای نهاد مردمی www.nahadmardomi.com مراجعه کنید و به صورت پرداخت اینترنتی به وسیله کارت‌های اعتباری و همچنین پیپل این سازمان را که در ایالات متحده به ثبت رسیده است همیاری و پشتیبانی کنید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده، ویلز فارگو بانک، دارنده حساب دنیو ایران، شماره حساب 33 94 94 15 57، راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S، راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 121 30 248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شدیم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم است. خواهشمند است جهت اعلام همیاری خود با این شماره تماس بگیرید. هموطنان عزیز باورتون نمیشه. چرا باورتون میشه؟ چون شما هم حتما مثل من هستین. هر بار که این مثلا برنامه امروز واقعا تا الان و بعدم ادامه خواهیم داد یکی از بهترین برنامه بوده که شاید اجرا شده. همش من یادم میاد روز 12 سپتامبر وقتی که هیچ نفر صفر نفر در این نهاد مردمی بود یا هیچ کس درش نبود،
و امروز از اون اول برنامه که تاره میبینید این چهره هایی که اومدن و هر کدوم یک ستون نهاد رو گرفتن، یک پایش رو گرفتن و دارن پیش میرن و دارن کار میکنن، از اون از فرهمند گرفته، از سویلا گرفته، از سیامک رفیع‌زاده گرفته و الان در این بخش بعدی برنامه سه تفنگدار، سه عزیز ما در نهاد مردمی، منتخبین مردم، منتخبین شما که رأی دادید و این سه نفر رو انتخاب کردید به عنوان مسئولین گروه بازرسی و نظارت بر انتخابات، که دیگر در نهاد مردمی نگویند بگویند آقا رأی من چی، رأی من کو، رأی من چی شد. و نهادی که با دانش اومده و این انتخابات رو هر سه ماه به سه ماه میذاره، نه اینکه بیاد هگه هر یک سال و هر دو سال و هر سه بار، نه، که بیاد مردم شرکت بکنن، اونایی که میخوان پاجلو بذارن بدونن جایی هست که اگر علاقه داشته باشن، شایستگی داشته باشن، لیاقت داشته باشن و بیان به مردم بگن آقا من میخوام برای ایران کمک بکنم، یک مسئولیت رو به عهده بگیرن و تا بالاترین مراجعی که مرجع مسئولیت رو بگیرن. این سه نفر عزیزان ما هستن، یه نفر از انگلیس که بنده تا 10 ماه پیش ایشون اصلا نمیشناختم ولی الان واقعا یکی از صمیمی‌ترین همکارا و عزیزان ما شده، دو عزیزی که در لس آنجلس هستن و یه شهر دیگه بغل لس آنجلس که سالها با هم واقعا مثل برادر داریم کار میکنیم، بدون هیچ ارجحیت اسمی از چپ به راست صفحه تلویزیون، آقای توسل رفیعی از انگلستان، آقای پرویز حدادی زاده از آمریکا لس آنجلس و ابراهیم گنجی عزیز آمریکا لس آنجلس. درود به شما عزیزان، خسته نباشید. کی اول صحبت میکنه بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب ایمان فروتن، بسیار متشکرم. اجازه بفرمایید به جای سه تفنگدار بگیم سه پرچمدار. درود بر شما. دوستی و مهر و محبت، چون میدونیم که ما با خشونت اصلا میونه ای نداریم و با مهر و محبت و دوستی به طرف مردم میایم. خدمتتون عرض بکنم که الان با اینکه فقط 5 روز و 5 ساعت و تقریبا 10-12 دقیقه به آخر کاندیداسی کسایی که میخوان خودشونو کاندیدا بکنن مونده، هنوز کسی خودشو کاندیدا نکرده برای دوره سوم هیئت امنا. من میخواستم به خصوص از کسانی که از 5 نفر هیئت امنایی که دوره 6 ماهه اونها تموم میشه، هرچی زودتر خواهش کنم که درخواستنامه های خودشون رو مجددن پر کنن، ویدیوهای خودشون رو روی سایت بگذارن و اگر میخوام ویدیوهای قدیمی یا ویدیوهای جدید درست بکنن، همه اینا کار بخواهد برد و بیشتر از 5 روز ما وقت نداریم، 5 روز و 5 ساعت. این که میخوام خواهش کنم تمام عزیزانی که در دورهای گذشته هم شرکت کردن و با 1 رأی یا 2 رأی نتونستن، مایوس نشن و خودشونو دوباره کاندیدا بکنن و شرکت بکنن برای هیئت امنا. همون جوری که میدونین ما 7 صندلی خالی خواهیم داشت، 5 صندلی از کسانی که هیئت امنایی که 6 ماهشون گذشته و 2 صندلی جدید. من از دوست عزیزم جناب توسل رفیعی خواهش میکنم یک بار دیگه جدول بندی رو خدمتتون اعلام بکنن تا دوستان بدونن که هر چه زودتر باید این کارو انجام بشه. جناب رفیعی بفرمایید. با سپاس از شما جناب گنجی و درود ایمان گرامی، تفنگدار دوم، پرچمدار دوم، پرچمدار دوم. طبق معمول قسمت‌های خوندنی و فنیشو میذارن دوستان به عهده من. با عزتون فقط میخواستم یک یادآوری بکنم در مورد جدول زمانبندی. الان در دوره نامزدگیری هستیم که تا 10 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر به وقت آمریکای غربی این دوره تموم میشه. همونجور که جناب گنجی هم گفتن 5 روز و خورده دیگه وقت داریم، 1 روز رو ما نیاز داریم برای تایید نامزدها، 8 روز مناظرات سیاسی و انتخاباتی هستش، 4 روز رو گذاشتیم برای رأی گیری، بعد از اون 1 روز برای شمارش آرا و اعلام نتایج. در روز 26 آگوست 2011 ما از طریق برنامه تلویزیونی در خدمت شما نتایج انتخابات رو اعلام میکنیم. همونجور که جناب گنجی گفتن، منم میخواستم یادآوری کنم که دوستانی که الان دوره اول هیئت امنا بودن، اون 5 نفر از خدمت خودشون خارج میشن، از هیئت امنا خارج میشن، دوباره باید درخواست
نامزدی برای انتخابات دوره سوم رو بدن. شاید این تصور هستش که چون الان در هیئت امنه هستن اتوماتیک اسمشون گنجانده میشه در این انتخابات. چنین نیست، دوباره باید به سایت برن و نام نویسی کنن، خودشون رو نامزد انتخابات دوره سوم بکنن. و این هم همونجور که شما گفتین ایمان جان، یه خیلی واقعا هم دلگرم کننده هستش، هم خوب هستش که همه مردم میبینن که یک نفر نمیره بشینه اون بالا مادام العمر رئیس جمهور بشه به قول معروف، و رأی مردم مهمه. هر 6 ماه به 6 ماه باید خودشون رو دوباره کاندید بکنن برای رأی گیری. یک مسئله دیگه ایرم با اذن شما میخواستم اینجا بگم. همونجور که میدونین چند هفته پیش تغییراتی در آیین‌نامه نهاد مردمی داده شد. طبق این تغییرات حداقل سن به 35 سال رسید و موضوع مهمی که میخواستم امروز بگم داشتن شرایط اینه که یک 10 سال باید قبل از تاریخ اعلام نامزدی برای این انتخابات مثلا از در ایران زندگی نکرده باشن. فقط میخواستم یادآوری بکنم که این شرط شامل مبارزان داخل کشور که مورد تایید هیئت امنای نهاد هستند و به تازگی از ایران خارج شدن، به تازگی حالا ممکنه 6 ماه پیش باشه، ممکنه 3 سال پیش باشه یا 9 سال پیش، این شامل اینها نمیشه. و در نتیجه دوستانی که جدیدن حالا در این کمتر از 10 سال از ایران خارج شدن ولی مبارزان سیاسی هستن، خودشون رو شامل این قضایا نمیدونن، میتونن هنوز درخواست بدن. البته به هر موردی جداگانه رسیدگی میشه و جواب داده میشه. پس در خواهش میکنم که همیاران اعضای حقیقی نهاد مردمی فکر نکنن که این شرایط گذاشته شده برای اینکه جلوی اونها گرفته بشه برای نامزدی. خواهش میکنم به این انتخابات بپیوندین و در انتخابات شرکت بکنین و جزئی از پیشبرندگان نهاد مردمی باشین. سپاسگزارم جناب گنجی. گنجی که فروتن. با تشکر از شما. توسل عزیز درود. این لغت پیشبرندگان رو از انگلیسی ترجمه کردی توسل جان؟ من بعضی وقتا متاسفانه چون فارسیم خوب قد نمیده مجبورم واژه ها رو بسازم برم جلو. ببخشید. عالی بود، دست درد نکنه، هر دو خسته نباشید. پرویز حدادی زاده عزیز، دوست گرام، هسته مقاومت 114 از زمان جنبش ایران فردا، واقعا خستگی ناپذیر. پرویز جان درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب دکتر فروتن و واقعا خوش آمدید مجددن به قول شهر فرشتگان و پرچمداران آزادی. همینجور که دوستان من گفتن، واقعا تمام لپ کلام گفتن، که من فقط تنها چیزی که اضافه میتونم بکنم اینجا برای 5 عضو اولیه هیئت امناست که خودشونو کاندید کرده بودن و 6 ماه پیش و واقعا پیش قراولان این به قول نهضت مردم سالاران در نهاد مردمی حساب میشن، اینه که یه ویدیو کلیپی هر چی زودتر بذارید. من میدونم این تجربه کاریمون توی مدت، شما میدونید جناب فروتن، همه ما میدونیم که یکی دو روز مونده به وقت انتخابات تموم بشه، یه دفعه به قولی لشکری از افراد میان و میخوان که ثبت نام بکنن، نامزد بشن، ولی متاسفانه تعداد افرادی که بخواد کمکشون بکنه، چطوری ویدیو لود کنن، چطوری نمیدونم پروسش ها رو این بر مشکلات تکنیکی ممکنه داشته باشن رو ما مشاهده میکنیم. اینه که از دوستانی که بودن پنج به قولی پرچمدار آزادی در دوره اول و هیئت امنه، خواهش میکنم که بیان و به هر حال یه ویدیو کلیپ بذارن که این 6 ماه گذشته چیکار کردن و این 6 ماه آینده که میخوان در هیئت امنه بمونن چه میخوان بکنن. این ممکنه خیلی خیلی موثر باشه برای تازه واردین و پیغام دیگه هم که دارم برای عزیزانی که تازه میخوان به اینجا به این هیئت با ارزش امنای نهاد مردمی بپیوندن، اینه که دوستان هر چی زودتر این کارو بکنین. من مطمئنم شما ممکنه سوال براتون پیش بیاد، ممکنه اشکالات فنی داشته باشه که ما بتونیم کمکتون بکنیم، حداقل گروه تکنولوژی بتونه در کنار شما باشه که بتونین یک تقریبا کار رو ساده بکنه
براتون که بتونیم این انتخابات رو به بهترین وجه انجام بریم. من صحبتی ندارم، فقط یه یادآوری دیگه هم جناب فروتن اجازه بدید من بکنم، چون میدونم وقت تنگه و کار زیاد. امروز فان ریزینگ شبشیم، من از این فرصت استفاده میکنم که این پیشنهاد رو، البته پیشنهاد جناب توسل رفیعی بود، من جست پیش زدم از ایشون که من به شخص خودم، یعنی هر شخصی که از ایران زنگ بزنه و عضو نهاد مردمی بشه، من $1 براش پول میذارم کنار و فکر میکنم دوستان منم صحبت دارن در این زمینه. من تمام شما فرمودم اجازه دیم برم تو جاله جناب، مثلا تا نشدم، هر شخصی که از امروز به بعد، یعنی از ساعت 11 صبح غرب آمریکا، روز جمعه، چندم امروز آگوست؟ چهارم مثلا که امروز پنجم. از 11 صبح به وقت غرب آمریکا روز پنجم آگوست، هر شخصی که از داخل کشور زنگ بزنه و بگه من پشتیبانی میکنم و عضو نهاد مردمی هستم، آقای پرویز حدادی زاده، الان شما جلو مردم داری قول میدید به ازای هر نفر $1 به نهاد مردمی همیاری مالی خواهید کرد، درسته؟ بله. و ایشون تنها نه ها؟ و ایشون تنها نه، تا هر سه نفر ما هر کدوم $1 خواهیم داد، یعنی به ازای هر تلفن از ایران $3، $1 آقای رفیع‌زاده، معذرت میخوام آقای رفیعی، $1 آقای حدادی زاده و $1 بنده. خب اون وقت اینا رو هر چند وقت به چند وقت، این عجب فکر جاله، هر چند وقت به چند وقت شما این کارو پول میذارید، مثلا هفته به هفته یا ماه به ماه خودتون ترتیبش رو میدید که این برنامه انجام بشه، درسته؟ دقیقاً. بسیار. سقف زمانی داره یا نه؟ اگه پس فردا 10000 نفر اومدن $10000 میگیریم ما، یا بعد سقف زمانیتون بذارید؟ اشکالی نداره، ما اگر 10000 نفر بیان بین خودمون تقسیم میکنیم، $9900 رو آقای حدادی زاده میدن، $100 رو من و آقای رفیع. آقای حدادی جونم، جناب فروتن، من فقط اینجا رو میخواستم کامل بکنم در روی مطلبی که گفتی. این رو ما تاریخشو میذاریم تا آخر ماه اکتبر فعلا، البته فعلا تا آخر ماه اوت میذاریم تا ببینیم این چطور کار میکنه. اوت میشه آگوست، منظور ببخشید پرجو، اوت آخر اوت میشه آگوست، اکتبر یا آگوست؟ منظورم آگوست. آها، تا آخر این ماه، من فکر کردم تا دو ماه دیگه. پس محدودیت زمانی گذاشتید، اشکالی نداره، ببینیم که چی میشه. تا آخر ماه آگوست هر شخصیتی که از داخل کشور زنگ بزنه به اون شماره مستعاری که منصور الان میذاره زیر صفحه عضو بشه، هر کدوم از این سه پرچمدار نفر $1 میذارن. پرویز حدادی‌زاده لطفاً نفری $5 هم برای بنده بذارید، این شد $8. هموطنان دیگری هم اگر از هر جای اروپا و آمریکا هستن و میخوان این فکر بک رو، برای اینکه من یادم اون موقع عزیزان داخل کشور بودن، بعضی زنگ می‌زدم میگن آقای فروتن ما اگه میتونستیم دلمون می‌خواست ما هم همیاری کنیم، نمیتونیم. الان پس هستن عزیزانی ما از خارج از کشور که به خاطر اینکه شما عزیزان دارید این زحمت رو میکشید و یک قدم جلو گذاشتید برای آزادی ایران، اینها پا جلو گذاشتن، الان شدیم 4 تا، مسلماً کسان دیگه هم خواهد بود این کارو خواهند کرد. درود به شما، درود به فکر بکری که دارید و با تشکر. اگه صحبت دیگه هست بفرمایید جونم. قبل از اینکه تموم بکنیم، من فقط اینجا می‌خواستم به دوستانی که از ایران زنگ می‌زنن، چون به هر حال مسئولیت قسمت اعتبارنامه هم به دست من هست و جناب گنجی اونجا همکاری دارن، بدونن که اگر 2 مرتبه 3 مرتبه زنگ بزنن، صداشون خیلی راحت این فرکانسی صداشون میشه تشخیص داد. دوست داریم که هر یک شخصی یه 10 نفر رو با خودش بیاره و اون شخصی که اون 10 نفر میاره، هر کدومشون هم یه 10 نفر بیارن، چون به این ترتیب هم ما پول زیادتر میدیم، هم تعداد زیادتر میان، ولی اگه تکراری باشه متاسفانه هم معلوم میشه هم لوس میشه. و ما میخواییم واقعا کار بازی که نمیخواییم بکنیم، برای آزادی ایران فکر خوبی کردیم. آقای دوستان عزیز بنویسید دکتر تهرانی از اروپا، ایشون هم گفتن ایشون هم نفر $1 میده. پس عجب کاری رو شروع کردیم، شد الان $9. یعنی ببینیم تلفن‌ها چی میشه. من با عزتون پس خداحافظی بکنم اینجا از شما، دستتون درد نکنه و واقعا خسته نباشین، شما سپرچمدار نهاد مردمی. درود بر شما. بدرود. عجب فکر کردم به واه، براو. صحبتی که پرویز نکردن در رابطه با آقای چرا کسی نمیاد عضویتش اعلام کنه، به غیر از اینکه واقعا همه سرشون شلوغه، من خودم میدونم این همین اعضای هیئت امنا در همین 24 ساعت گذشته
دکتر کریمی کجاست، دکتر کیانزاد کجاست، سیامک داره چی کار میکنه، برم در رابطه بالای پروژه که داره، سارا داره چه زحمتای اونجا داره میکشه. بخش میگم سارا بانو، سارا سفیری عزیز، همرزم عزیزمون، انقدر با هم کار کردیم. دکتر آرزا داره میرم پروژه‌های دیگه، حالا این دونا پروژه ها داره میاد، اسم دیگه هم آریای قجر داره، علاوه بر نهاد جاهای دیگه تو اروپا داره کار میکنه. حالا اسم همه رو بگم، آرام حسامی توی واشنگتن داره چی کار میکنه، آرام و بیژن و ایمان و دکتر کیانزاد و آریا قجر و سارا سفیری و دکتر رفیزاده و نخ، دو نفر رو نگفتم، اون تایپ بکنید ها، اصلا یعتمان ها. حالا میگم الان ببخشید همش با هم، دکتر محمود مرادخانی و نفر بعدی هم اجازه بدید، یه نفر رو یادم رفته فکر کنم باید بگم، وگرنه بر میشه، نه همه رو گفتم بعد شمردم. خیلی خوب، یه ویدیو میبینیم برمیگردیم و با شما عزیزان صحبت میکنیم که در این نیم ساعت رو با آینده شما با ما صحبت بکنید، از طریق تلفن، از طریق اینترنت، در رابطه با مسائل ایران و واقعا کاری که میخوایم بکنیم. ولی حرف جمله قبلیمو تموم نکردم، میخواستم اینو بگم که بعضیا، خب اصولا من فکرم توی فرهنگ ما خجالت میکشه، یعنی احیانا اگه یه نفر اول بیاد بگه و بخواد خودشو نامزد کنه، مثلا میگیم نکنه بگن چقدر این هول شده میخواد بره مثلا بار دور دوم و سوم. خیر، در نهاد مردمی ما از روز اول گفتیم بس دیگه خواهش و تمنا کردن از این اون، آقا تو رو خدا برای آزادی ایران بیاین اینجا کمک کنید، بیاد رئیس بشید، بیاد عضو بشید. درسته؟ خیر، این کسانی که در نهاد مردمی هستن از جمله اعتمانا قدم و جلو گوشن، میگن آقا من فکر میکنم این کارو میخوام میتونم بکنم، اگه خوب کار کردم دوباره هم خواستم بیام بهم رأی بدید، نمیدم اشکال نداره. بنابراین اگر احیانا یک در میلیون این هستش که اگه من زودتر برم میگن آقا این چه تونتون رفت خواست عضو بشه، خیر. و اینجا من فکر میکنم سویدا نیکپور گفته انقدر میاد خودش نامزد میکنه تا یه روز انتخاب بشه، این انتخابات 7 کرسی داره، امیدوارم سویدا اول از اسمه بیاد و این صد رو بشکنه و بقیه هم دنبالشون. ویدیو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم تا بخش بعدی برنامه. دیدن همیشه خوب است، خواه دیدن آن زیبایی ها باشد، خواه دیدن این زیبایی ها. شاید کلاسی که ما در آن درس می‌خوانیم از این هم ویران‌تر باشد، شاید پاپوشی که با آن می‌خواهیم در صراط مستقیم قدم برداریم از این هم کهنه‌تر باشد، شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف‌تر باشد، شاید باری که بر دوشمان است از این هم سنگین‌تر باشد، شاید صفای کودکی‌مان را اینجا جا گذاشته ایم، شاید خانه آخرتمان از این بدتر است، شاید مردم نتوانند از پشت شیشه های غبار گرفته ماشین هایشان زیبایی و طراوت نوجوانی ما را ببینند، شاید آنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تر بود، و شاید کودکی و پیری ما را اندوهی چنین فرا گرفته باشد. چشم ها را باید شست، دل خوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم، کعبه به دیدار خدا می رویم، او که
که همین جاست کجا می روی؟ حج به خدا جز به دل پاک نیست، شستن غم از دل غمناک نیست. دین که به تسبیح و سر و ریش نیست، هر که علی گفت که درویش نیست. صبح به صبح در پی مکر و فریب، شب همه شب گریه و عمل گجی. کجایید؟ کجایید؟ مثل این که من این حرفی رو که هر بخش اول زدم باز باید تکرار بکنم. واقعا باعث غرور و افتخار هست. من فکر میکنم یکی از مهمترین مواردی که باعث شده این اعتمادی رو که نهاد مردمی در بین جامعه ایرانی، چه جامعه سیاسی، فرهنگی و مردم ایران در این مدت کوتاه برای خودش، یعنی این اعتماد رو شروع کرده و داره بیشتر بیشتر میکنه، این همکاری هست که کسانی که تا 10 ماه پیش، تا چند ماه پیش اسم هم رو نمیدونستن که اصلا اون شخص دیگه وجود خارجی داره، چگونه دارن به دنبال یک هدف 5 اسب با هم همکاری میکنن. این ویدیویی که مشاهده فرمودید این داستانی داره. این اینجوری نیست که ما این روز گذاشتیم. 1 ماه 2 ماه پیش مثل این که اول یا دکتر بیژن کریمی یا سیامک رفیع‌زاده برسد این ایمیل رو فرستاده بودن، این عکس‌ها توش بود. چند هفته، 1-2 هفته گذشت، دکتر کریمی ایمیلی زدن به گروه تلویزیون، به ایمان مایبوت عزیز که الان یک چند روزی در سفر کاری هست، و بنده و دکتر شاورتین گفتن آقا اینو، این خیلی خوبه، این عکس ها، این شعر، یک کاری باش بکنید. و تو این همه شلوغی ها و این همه کار و این همه بعد داره انجام میدیم، بعد یه شب هفته پیش بود که اومدیم دیدیم که ستاره عزیز، ستاره درخشان ایران و نهاد مردمی، ایمان مایبوت عزیز، من نمیدونم واقعا ستاره و ایمان مایبوت اگه همدیگر اصلا دیدن یا غیره، من مسلما هیچ کدوم از این دوستان رو ندیدم، عکسشون هم ندیدم، فقط با یک صدا میشناسم و با یک همین لوگویی که شما عزیزان میبینید و ایمان مایبوت که اصلا لوگو هم نداره، فقط صداش هست. و اینها نشستن و این ویدیو رو درست کردن و من امروز چون ایمان مایبوت هم نیست برنامه ریزی نداریم، این چند روز گذشته برنامه همینجوری داره خیلی سریع، من سعی میکنم تماس بگیرم برنامه رو هماهنگی کنم تا ایمان مایبوت بیاد. خبر نداشتم این ویدیو پخش میشه، منصور عزیز پخش کرد. این فقط نشون میده همکاری رو، همه میشه و اتحاد و اتفاق و همبستگی رو. و مسلم بدونید در میان همین عزیزانی با هم کار میکنیم اختلاف نظر هست، بوده و هست که این بعد اینجوری باشه اونجوری باشه، چرا این ویدیو رفت، چرا نرفت، چرا به ما نگفتین، چرا زودتر شد، چرا دیرتر شد. ولی چون قلبمون پاکه، چون صادق هستیم و چون واقعا هدف اصلی چیز دیگری است و ایران ایرانی هست، بسیاری از ما اینها رو کنار میگذاریم و چشمون رو میبندیم و اونجوری که اگر کس دیگری بود دلگیر نمیشویم و باز کار رو ادامه میدهیم. و من اینجا تشکر دارم از تک تک کسانی که تا امروز اومدن و به خصوص شما عزیزانی که از داخل کشور این پشتیبانی ها رو انجام بدید. خب
اجازه بدید که بریم سر یک بحثی که مسلماً روزها ادامه خواهد داشت اگر بخوایم دنبالش رو بگیریم. برای اجازه بدید من اینو شروع بکنم، چون بحثی است که به احتمال زیاد این هفته و یا جلسه بعدم در هیئت امنا راجبش صحبت خواهد شد. ببینید، وقتی که ما نهاد مردمی رو 10 ماه پیش به جهان و به مردم شریف ایران ارائه دادیم، 30-40 نفرمون در یک روز در تلویزیون پارس و گفتیم یک جایی هست، یک جایگاهی که یک صفحه سفید هیچ کس درش نیست، این طرح پیشنهادیه، حتی نگفتیم همین طرحی هست، بخواید نمیخواید نخواید، گفتیم یه طرح پیشنهادیه، همه چیزش هم میشه عوض بشه جز یک هدف و 5 اصل، هر کی میخواد بیاد. و در اون ساختاری که پیشنهاد شد و همینطوری که میبینید قسمت‌های مختلفش هر روز عوض شد و تکمیل شده، اونجایی که باید با رأی مردم عوض میشد شده، اونجایی که با تصمیم‌های هیئت امنا و یا گروه نظارت و غیره، یکی از این بخش‌ها شورای دوران گذار بود که این شورای دوران گذار که حتی قبلا اسمش هم چیز دیگری بود، در گروه آیین‌نامه اسمش تبدیل شد به شورای دوران گذار. چرا؟ برای اینکه گفتیم که کارش شورای دوران گذار اینه که میخواد در رابطه با اتفاقایی که بعد از فروپاشی نهاد فروپاشی جمهوری اسلامی بشه، حکومت ملا بعد انجام بشه. صفحه کامپیوتر لطفاً. و حالا اینو گفتم، این به زودی هم عوض خواهد شد، ولی گفتیم مردم به خاطر مردم سالاری در بالا، مردم هیئت امنا رو انتخاب میکنن و مردم اعضای شورای دوران گذار رو و ساختار رو چرا اینجوری کشیدیم؟ گفتیم هیئت امنا به خاطر امین بودن و نظارت قانونی و شفافیت مالی و اجرایی و غیره، دست چپ ساختار اجرایی به خاطر اینکه بیان و فقط هدفشون باشه پروژه هایی داشته باشن، برنامه ریزی و سیستم برای برکناری و فروپاشی هرچه زودتر حکومت ملاها، و به موازات اون اشخاصی بیان بنشینن و برای آینده ایران، برای از اون ثانیه‌ای که رژیم ملاها فروپاشی میکنه و احتمالاً یکم قبل از اون به خاطر اینکه به طور موازی ساختار اجرایی شورای دوران گذار با هم کارن، فکر بکنن، برنامه ریزی بکنن که آقا در 30 روز اول، 60 روز اول، 90 روز اول و حتی تا زمانی که انتخابات یا برای تعیین نوع حکومت آینده ایران بخواد انجام بشه چه کار باید کرد به عنوان پیشنهاد به مردم ایران. پس اینی که دو تا ساختار موازی، ساختار اجرایی و شورای گذار هست، اینم دلیل داشت برای اینکه به خاطر تجربیات 10 سال گذشته و 30 سال گذشته فهمیدیم که وقتی که اپوزیسیون، مخالفین هر جا دور هم جمع میشن، با وجودی که همه میخوان جمهوری اسلامی برکنار بشه، به خاطر اینکه سر فرداش با هم توافق نمیکنن، اصلا هیچ کاری نمیکنن. این همه گروه و سازمان و اقوام، این همه ما رفتیم سالهای مختلف نشستیم توی شهرهای مختلف، آقا جمهوری اسلامی باید برود، بدن این کارو بکنیم، پروژه عالی. بعد بعضی اومدن گفتن خب آقا حالا اینا رفتن، فرداش چی بشه؟ یکی گفت بعد فدرال بشه، یکی گفت بعد از این واژه استفاده بشه، نم قومیت بشه، ملیت بشه، فلان بشه، اصلا جمهوری باشه، پادشاهی باشه، فلان. سر اینکه فرداش چه شود، 70 نفر 100 نفر 200 نفر 300 نفری که توی یک سالن آجوری توی یک جای دنیا نشستن و هم زدن دعوا، حالا فقر و آشتی دیگه اون کار جلو نرفت، حتی به قسمت اولم که برکناری رو برای جمهوری فروش پاشی به اون صورت نرسیدن. نهاد مردمی به نظر من اومده برای اولین بار با طرح، با برنامه، با سند و مدرک میگه آقا این راه بهتره، به این دلایل، بهترین نیست، بهتره، بیاین با هم بهترینش بکنیم یا بهترترش بکنیم. پس این قولی است که دادیم و این کسانی که تا امروز اومدن بر اساس این قول اومدن. و این شورای دوران گذار تعریفی داره، تعریفی که در آیین‌نامه هست و تعریفش اگه بخواد عوض بشه، مردم، شخصیت‌های حقیقی که حق رأی دارن، باید رأی بدن و عوضش بکنن. گفته چی؟ میگه که آقا هیئت امنا وقتی که انتخاب شد، چون این شورای دوران گذار هنوز راه نیفتاده، سریع باید یه کارایی بکنن که از جمله این است که تصمیم گیری در مورد ساختار و ترکیب شورای این دوران گذار، آیا این 5 نفر توش باشن، 5000 نفر توش باشن، چجوری انتخاب بشن، آیین‌نامه‌شون چی بشه، یک ساختاری شروع بشه، بعد خودشون دنبال کارا رو بگیرن. بعد انتخاب نمایندگان دوره نخست شورای دوران گذار، انتخاب نه انتصاب، انتخاب نمایندگان دوره نخست شورای دوران گذار، یه ساختار پیشنهادی و سری اون چند نفری که بعد هر چند هستن یک انتخاباتی آماده بشه، گروه نظارت اونها رو نگاه بکنه، منتخبین برن اونجا شروع بکنن کار کردن. بعد عضویت در این شورا فقط با مسئولیت فردی، نه نمایندگی سازمانی، به خاطر اشکال یا حزبی، به خاطر اشکالی که در اون سالهای گذشته داشتیم در این شورا که میخواد در رابطه با آینده ایران صحبت بکنه، ما گفتیم آقا نمیتونیم، ما نداریم ابزارشو بگیم آقا این حزب
بیاد یا اون حزب بیاد یا چند تا حزب بیاد یا این حزبی که میگه من بزرگترم 50 سال سابقه دارم چند نفر حق رأی داشته باشن از توش، این یکی چیزش. اینا رو چون گفتیم ما نمیتونیم و صلاحت مثل سازمان‌های گروه کشور دموکراتیک گفتیم آقا هر حزبی که خیلی ادعا داره میگه آقا من تمام ایران با من هستن یا 90%، خب 90% چون بگن عضو شورا بشن رأی بدن و از به قول بچهای داخل کشور میگن وزن کشی، این جمله رو من تازه یاد گرفتم، وزن کشی کنم ببینیم که وزنش بیشتر یا پشتیبانانش بیشتره. بعدم اعلام نامزدی وظایف شورا. حالا این وظایف شورا رو که ما پیشنهاد کردیم اون موقع، ما که میگم هیئت گروه آیین‌نامه به تایید 100% اون اعضای اول که 100 نفر اول بودن هم رسید، هر چند نفر رأی دادن 60-70 نفر، یک نفر هم مخالف نداشت. پیشنهاد شد که آقا این شورا وظیفه اصلی شورا تدوین ضوابط و مقررات برای اداره امور کشور در طول دوران گذار با توجه و بررسی خواستها و پیشنهادات ایرانیان می باشد، ایرانیان داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور. منظور از دوران گذارم زمان بین انحلال جمهوری اسلامی است تا انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت آینده ایران. پس هم اومدیم تعریف کردیم اینایی که میگم در نهاد مردمی شده، نهاد مردمی هم نه نماینده مردم ایرانه، نه این چیزایی هم که میگه قانون اساسی ایرانه، نه یک گروه پیش میگه آقا ما باید کار بکنیم به دنیا نشون بدیم و به خودمون که ما برنامه تر داریم که اگر کنفعی کن شد این ملا پس فردا رفتن، چه اول مهر، چه سوم مهر، چه شش ماه دیگه، چه ده ماه دیگه، یک طرحی یک گروهی اینا باشن بگن آقا ما فکرها رو داریم بشه با اون کار کرد، بشه، نه که حتما خواهد شد، شاید هم نشه، ولی اقلا فکر و منطق میگه برنامه ریزی. پس اینقدر اینو ما باز گذاشتیم، نگفتیم چه بنویسن چه بخونن چه کسی، فقط گفتیم این بعد گفتیم مناسبات شورا هم اینه که آقا بحث و مناظره در رابطه با مسائل ایدئولوژیک در شورا جایی نداشته و حتی میتواند منجر به اخراج نمایندگان از شورا بشود. یعنی چی؟ یعنی مباحث ایدئولوژیک مانند تبلیغات در رابطه با نوع حکومت آینده ایران در اینا که آقا باید پادشاهی باشه، باید مشروطه باشه، باید جمهوری باشه، باید چپ باشه، باید اون باشه و چیزای ایدئولوژیک اونجا جا نداره. این برای همه مردم ایران هست، پیشنهاداتی که در ایران فکر می‌کنیم چگونه بخصوص در اون دوره، یعنی از اصل کار دوره گذار بعد از انحلال جمهوری اسلامی تا روز انتخابات آزاد، چه پیشنهادی هست برای اینکه این کشور بتونه مثل بدبختی عراق و افغانستان نیفته. یه جایی هم هست، جای احزاب و سازمان‌های سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی در نهاد مردمی دیدی یه جایی هست، الان هم 3 تا بیشتر در اونجا قسمت نیستن، یه جنبش ایران فردا، جنبش آذربایجانی که شورای عالی اشعار بختیاری بیان اونجا تعریف کنن حزب ما با بهتر، ما چپی، ما راستی، ما جمهوری‌خواهی، ما پادشاهی، مشروطه، اشکال نداره، ولی شورای دوران گذار قرار شد که اون باشه. خب بعد در نشست نیوپورت بیچ، بعد از اینکه 3-4 ماه الان از دوره هیئت اول هیئت منو گذشته بود، در 2 ماه یه ماه پیش نشستیم گفتیم آقا خب دیگه موقعش شده، تعداد هیئت امنا هم شده 9 نفر و باید به این کار مهم برسیم برای اینکه حداقل به نظر من ایمان فروتن و مطلما بسیاری از اعضا و حتی اعضای هیئت امنا ما باورمون بر اون است که آقا ما اگه بخوایم دول خارجی، کمپانی‌های خارجی، حتی مردم ایران، مردم خارج رو بخوایم که تشویقشون کنیم بابا یه کاری بکنید که این رژیم بخواد بیفته و بخوان کارهای عملی و اجرایی بکنن و عملیاتی، باید بدونن برای چی دارن میکنن، فرداش چی میشه، که یک برنامه‌ای بر اون باشه. پس گفتیم شورای دوران گذار رو هر چه زودتر انجام بدیم. در نیوپورت بیچ کالیفرنیا یک گروه 3-4 نفره مسئول شدن، منصوب شدن طرف هیئت امنا، گفتن آقای کریمی، آقای فروتن، آقای آریا قجر، آقای جاوید آزادی، برید بشینید 3-4 تایی یه پیشنهادی بیارید که ما هیئت امنا رو بررسی کنیم، ببینیم چگونه این وظیفه هیئت امنا رو که باید شورای دوران گذار را بندازیم چجوری را بندازیم. کلی هم اونجا نیوپورت بیچ بحث کردیم که جالب بود، برای اینکه وقتی نگاه کردیم دیدیم همین 9 نفر و واقعا ساعت‌ها نشستیم دیدیم 9 نفر هیئت امنا چه دیدگاه‌های مختلفی از شورای دوران گذار دارن. بعضیا حتی از اعضای هیئت امنا فکر می‌کردن این کنگره ملیه که بعضیا صحبتشون می‌کردن، یا حتی مثلا منظور حکومت در تبعیده، بعضی هم فکر میکردن نه بابا این یه جاییست که چه سری میخوام بشونن یه برنامه ریزی بکنن واسه پس فردا که اگه ایران رژیم افتاد چه بشود. ببینید فرق کجا بود، ولی کم کم رسیدیم به یک تفاهمی و یک اجماعی، ولی نه 100%. اومدیم اینجا و ما 4 نفر کریمی و فروتن و قجر و آزادی نشستیم تا 2-3 جلسه، تو اونم بحثایی داشتیم، اتفاقا آریا قجر هم اینجا هست، شاید بخواد اینجا
توست بود خواست صحبت بکنه وقت باشه سری این بحث رو ادامه خواهید داد در جلسات آینده، چون به نظر من خیلی مهم است و من فکر می‌کنم که همه ما در هیئت امنا فکر می‌کنیم هیئت امنا باید حرف مردم هم بشنوه. هیئت امنا ما به عنوان امین انتخاب شدیم، نه به عنوان سیاستمداران آینده ایران که همه چی رو بلدیم. نه، میشنویم، گوش میدیم، به عنوان منتخبات مردم در داخل سازمان سعی می‌کنیم که تصمیماتی بگیریم. رفتیم نشستیم و یه پیشنهاداتی رو نوشتیم، اونجا هم خیلی بحث کردیم، یعنی باز دوباره در رابطه با این که مثلا خود آریا قجر حالا خودش میگه، اون همیشه میگه آقا من اومدم تو نهاد مردمی برای اینکه این میبینم که این زمینه رو داره بشود اون کنگره ملی یا بشه یا باعث بشه اون انجام بشه یا بره اون طرف. این حرفا بسیاری از ما میگیم بله ما هم اون رو میبینیم، ولی یکم باید یواش‌تر بخویم با دست پر بریم الانم کنگره ملی. حالا مثلا اومدیم کنگره ملی 100 نفر هم انتخاب شدن، همه اومدن اونجا چیکار میخوام بکنم؟ من ایمان فروتن چشم آب نمیخوره که اتفاق مهمی بیفته همچی جایی برای اینکه تو پاریس و لندن اینا نیفتاد، از اونم بگذرم اینا، ولی خب حرفاست و نظراتی که باید زد و به نظر ما در نهاد مردمی شما باید بشنوید، چون نهاد مردمیه. و جلسات دیگری هم گذاشتیم، آریا البته دو هفته آخرش مسافرت بود اینا. خلاصه پیشنهادی که سه نفری که بودیم نوشتیم و دادیم به هیئت امنا این بود که ما گفتیم دو تا مسئله مهم رو پیشنهاد کردیم که هممون در نیوپورت پیش موافق بودیم. علاوه بر اینکه گفتیم وظیفه اصلی شورا تدوین ضوابط و مقررات برای اداره امور کشور در طول دوران گذار هست، یه جمله دیگه اضافه کردیم، گفتیم در زمانی که به تشخیص اعضای منتخب شورا وظیفه اصلی این شورا که بالا بهتون گفتیم تدوین باشه به حد کافی پیشرفت کرده باشد، با تصویب اعضای شورا این شورا میتواند به تدوین پیشنویس قانون اساسی نظام دموکراتی آینده ایران با پیشبینی‌های لازم برای نظام جمهوری و یا پادشاهی پارلمانی برای پیشنهاد به هم‌میهنان مبادرت نماید. میدونیم در این چند سال قانون اساسی‌های پیشنهادی مختلفی توسط گروه‌ها و افراد مختلف نوشته شده که اگر ما دیدیم در اون قسمت اول پیشرفتی شد بتونیم این کارم انجام بدیم، فقط به همش به عنوان یه سری پیشنهاد برای مردم ایران، برای کسانی که بعد از فروپاشی بخوان قدرت در دست بگیرن و کشور رو اداره بکنن. و از به نظر من و آریا و مسلمان بسیاری دیگر مهمتر این که جمله سوم، شورا میتواند در صورت امکان به اجرای بخشی از مصوبات خود که قبل از انحلال جمهوری اسلامی قابل اجرا هستند با نظارت قانونی هیئت امنا و با همکاری بخش های اجرایی نهاد مردمی مبادرت ورزد. یعنی به شورای دوران گذار پیشنهاد شده، حالا اینا همه بعد بحث بشه و به رأی گذاشته بشه که چی؟ که اگر شورای دوران گذار اول اومد کارهای اصلیشو کرد، گفت آقا این طرحهای چند ماهه برای بعد از فروپاشی، دو گفت حالا وقت داریم، این هم یه پیشنهاد قانون اساسی که از بهترین ها جلو چشم مردم صحبت بشه، یه رأی داده بشه، همه هم پیشنهاد، هیچ کدوم نه که باید و نه، فقط پیشنهاد که مردم بخونن ببینن یه چیزی هست، یه کسی جایی کاری کرده. سومیش اینه که اگه اونم انجام شد و ما دیدیم هنوز وقت هست و هنوز هیچ کسی کاری نکرده و هنوز اون کنگره ملی که باید درست بشه درست نشده و هنوز همه دارن با هم میگن آقا اینجوری آقا اونجوری آقا من رئیسم فلان، این حرفا، این سازمان، این شورای دوران گذار حتی شروع بکنه قبل از فروپاشی نهاد مردمی یه سری از این کارهای اجرایی برنامه‌هاشو انجام دادن. چی رو ننوشتیم؟ همه پس دیگه از یک شورای فقط نوشتاری تحقیقاتی می تبدیل شد، نشده هنوز، پیشنهاد شده که احتمالاً تبدیل بشه که اون کار رو هم انجام بده. یه جمله دیگه هم میگم، دوستانی که در اتاق اینترنت میخوان صحبت بکنن، به خصوص از جاوید آزادی عزیز و آریا قجر خواهش میکنم که در این گروه بودن مایلن که اضافه بکنن یا کم بکنن از حرفایی که من زدم، و بعدم تلفن‌ها رو باز میکنیم و شما از نظر بدید. بنابراین برای این کاری که این انجام شده یه سری ما بحثایی کردیم که الان دیگه طولانی میشه نمیگم، یعنی بحثا از یک طرف پیشنهاداتی بود که هنوزم هست چون هیچی تصویب نشده، که مثلا خود من مدت‌ها گفتم و فکر کنم بعضی از دوستان ما موافق هستن، من فکر می‌کنم این عزیزان شخصیت مستعار ما که حق رأی می‌خواستن هنوزم می‌خوان و ما گفتیم آقا برای هیئت امنا سخت نمیشه، در رو باز میکنه برای مزدوران احتمالاً بیان تو از تو ضربه بزنن، ولی شورای دوران گذار بسیار از ما فکر میکنیم که این جایی نیست که نه ضربه‌ای به اون صورت بتونه به نهاد بزنه، برای اینکه هدفش مشخصه، اونجا حرف ایدئولوژی نمیشه زد، کسی هم که بیاد راجع به خمینی و خامنه‌ای اینا خوب این حرفا بگه بر اساس اصل
ولایت فقیه و جدای دین از کسور برسال ضوابطی که خواهد بود، میگن نه آقا مچ مردم، مچ اونایی که بخوان مزدور باشن باز میشه. ولی چرا نباید به نظر بعضی ها با یک ضوابط لازمی بیان و اشخاص مجازی از داخل یا خارج از کشور عضو بشن، رأی بدن، انتخاب بشن؟ حالا ممکنه هیئت مدیره مجلس و یعنی شورای دوران گذار بگیم اونا باید حقیقی باشن و غیره. از اونجا شروع شد تا اینجایی که دیدیم که الان مثلا در اساسنامه آیین‌نامه نوشته شده که فقط اشخاص شخصیت حقیقی میتونن در شورای دوران گذارن برن یا رأی بدن، یعنی فقط از این 37 نفر. خب ما وقتی نشستیم گفتیم آقا این چه شورای دوران گذار برای آینده ایرانی که فقط سر 37 نفر شخصیت حقیقی بتونن رأی بدن و عضو بشن؟ این حرفا این که نشد که. پس کاری که انجام، پیشنهادی که انجام شد، فرستاده شد به هیئت امنا این بود که با آگاهی به این که می‌خواهیم اکثر اعضا و حتی کسانی که در نهاد نیستن، خیلی تو نهاد نیستن، هم فکر هستن، حالا به دلایلی میگن آقا تو نهاد نمیان، ولی برای آزادی ایران که نباید دیوار کشید بیرون، توی نهاد بیرون نهاد. ما می‌خوام در داخل خودمون یه سری ساختار و ضوابط داشته باشیم، برای اینکه اگر در داخل ساختار باشه میشه ضوابط رو کنترل کرد و اجرا کرد. ولی خب کسی که بیرون باشه نمیتونه بشه آقا چرا این کارو کردی، چرا این حرف زدی، میگه به شما چه. می‌دونیم برابر این مسائل هم هست. حالا از یه طرف اونجوری، از یه طرف دیگه پیشنهادی که این گروه 3 نفر 4 نفر فرستاده هیئت امنا این بود که ما بیایم سریع یه گروه 5 نفره رو بذاریم که این گروه 5 نفره یعنی هیئت امنا اینها، این 5 نفر انتخاب بشن و این 5 نفر از شخصیت حقیقی اونها مسئول این باشن که چگونه از این 3000 نفر رأی گیری بگیرن، تماس بگیرن و خیلی کارهای دیگه. اون رفت به هیئت امنا، هفته پیش رفت در یک گروه کمیسیون تالار اندیشه بحث و اینا شد و اونجا هم به نتیجه نرسید. بنابراین یعنی الان دو تا فکر هست، یه فکر هست، سه تا شدن بیشتر، ولی دو سه تا فکر هست. یکی این که آقا فعلا اصلا شورای دوران گذار حرف نذاریم، کاری نکنیم، باشه تا بعد ببینیم بقیه در اپوزیسیون چه میکنن برای مثال، یا حتی اسمش هم بذاریم یه چیز دیگه که بعضیا بهشون بر نخوره یا فکر نکنن اینجا میخواد چه بدم حکومت در تبدیل بشه. یه سری دیگه هستن میگن بابا باید کارو انجام بدیم، به موازی ما که هر جا گفتن بریم کمک کنیم میریم و میریم میشینیم، ولی این کارو جلو ببریم، ولی خب طبل نداریم، دارم شورای دوران گذار که بعد دشمن رو بخوان آتو بگیرن، بیاین نهاد مردمی میخواد برنم چی کار بکنه، موشک هوا بکنه، کارامون جلو بریم قدم به قدم. و ولی در رابطه با ترکیبش و شروعش اینا تصمیم گیری نشده. برابری ما فکر کردیم که این مسئله رو بعد با مردم الان باز کرد و ببینیم شما چی میگید. شماره تلفن رو لطفا زیر صفحه تلویزیون بگذارید. خب در اتاق اینترنت هم اگر دوستانی هستن، به خصوص دو عزیزمون که در گروه بودن، اگر مایلن صحبت بکنن بفهمید. آقای جاوید آزادی عزیز با تشکر از تمام زحماتی که میکشید شخصیت مستعار، بفهمید، خواهش میکنم صحبت کنید. مثل اینکه تأخیر داره اینترنت، منتظر میشون مایکو بگیره. جاوید عزیز اگر صدای من رو دارید علامت بدید، احتمالاً اینترنت یواشه و شما مایک رو نتونستی بگیرید، یک علامتی بزنید و مایک رو بگیرید. شماره تلفن های استودیو 714-280-4022. آیا صدای من در اتاق اینترنت هست دوستان؟ اگر صدای من هست لطفاً علامت بدید در اتاق اینترنت. بله صدا هست، مرسی خانم فائزه. جاوید عزیز بفرمایید مایک رو بگیرید، من مایک رو رها میکنم. دو تا مسئله هست و کسانی که زنگ میزنن و احتمال زیاد در برنامه آینده هم خواهیم رفت اینه که الان شما در دو مورد میتونید صحبت بکنید. یکی اینکه این شورا چگونه تشکیل بشه و ترکیبش چی باشه که مهم هست، ولی به نظر من اصل مطلب، چون به نظر من هر دو سه جورش کار خواهد کرد، چه 5 نفر باشن چه 10 نفر، چون اصل کار جزء وظایف این شورا. اوکی اجازه بدید من مایک رو بگیرم، چون مثل اینکه جاوید مایکش کار نمی‌کنه که بچه‌ها اینترنت هم بشنون. اینو داشتم میگفتم هر دو جورش به نظر من کار خواهد کرد، ترکیب به اون صورت مهم نیست تا محتوا، و چون
وظیفه این شورا اینه که باید به پیشنهادات و حرف مردم و ایرانیان گوش بده و مسلما به 70 میلیونی که داخل کشور هستن و البته ایرانیان خارج از کشور، اگر شما تلفن میزنید من ترجیح میدم که بگید آقا اگر پس فردا رژیم افتاد شما به عنوان یک ایرانی در داخل کشور چه میخواهید. اگر به شما که الان دارید برنامه رو گوش میدید نگاه میکنید میگفتن آقا به خصوص داخل کشور یک قانون عوض کن، حالا بغیر از ولایت فقیه، ولایت فقیه که باید برود، اون خواهد رفت و جدای دین از حکومت خواهد بود و این حرفا، اون که 100%، ولی از این قوانینی که تو شهربانی سر کوچه‌تون هست، نمیدونم توی اداره بیمه‌تون هست، توی وزارتخونه‌تون هست، چه می‌خواهید شما؟ اگه دست شما بود چه کار می‌کردید؟ چه قانونی پیشنهاد می‌کردید برای بهبود وضع اجتماعی، رفاه خودتون، وضع سیاسی و هر دیدگاه دیگری که دارید؟ این سوال‌هایی است که ما فکر می‌کنیم که باید از داخل کشور بیاد، یا به طور مستقیم و رأی اعضا، یا به طور غیر مستقیم جایی باشه پیشنهادات بیاد، با صدا بیاد، با تصویر بیاد، با ویدیو بیاد، که این عزیزان بتونن که حرفاشونو بزنن و پیشنهاداتشونو بکنن. منصور عزیز اون ویدیو دیگر رو آماده بکنید تا احیانا اشکالی که در پلتاک هست رفع بشه و برگردیم، و اگر عزیزانی هستن که در این رابطه نظری دارن بدن و بعد ادامه میدیم بحث. همه آماده هستید؟ بفهم. مرسی. یک لحظه صبر کنید آزادی، شاید مایکش درست شده باشه. جاوید جان اگر صدای من دارید یک علامت بدید لطفا در اتاق، یک عددی بزنید. بفرمایید مایک رو بگیرید. حتما یک اشکال تکنیکی هست، چون تایپ میکنن ولی مایک رو نمیتونن به دستشون بگیرن. خب بریم پس ویدیو رو نشون بدیم برمیگه. خب با درود مجدد، آقای جاوید آزادی تونستن مایکشون رو بگیرن و صحبتشون شروع بکنن و بفرمایید صحبت کنید جناب آزادی. با درود مجدد، من متاسفانه مشکل میکروفون داشتم و درود فرستادم خدمت همه بینندگان
صمیمی تلویزیون نهاد مردمی و شما دکتر ایمان فروتن داشتم. این صحبت رو عرض می کردم که در زمینه تشکیل شورای دوران گذار یک وظیفه مشخصی به عهده اعضای هیئت امنا گذاشته شده که می بایستی این وظیفه رو در اولین فرصت انجام بدن. اینی که پیشنهاداتی که دارن میدن برای اینی که صبر کنیم و این در واقع این شورای دوران گذار رو ساختارش رو یه طوری طراحی بکنیم که به یک پیوستگی و همبستگی بین همه در واقع بخش‌های مختلف اپوزیسیون بیانجامه، به نظر من یه کاری فرای وظیفه شورای دوران گذار هست. شورای دوران گذار همونطور که شما اشاره کردید وظیفه مشخصی رو داره. بنابراین من با این نظر موافق نیستم که نهاد مردمی میبایستی صبر بکنه و در واقع صورت قضیه رو عوض بکنه و شورای دوران گذار رو از وظیفه‌ای که در آیین‌نامه مصوب براش پیش بینی شده تغییر بده، بلکه به نظر من میرسه که شورای دوران گذار میبایستی یک بخشی از ساختار نهاد مردمی باشه و مخصوص نهاد مردمی با وظایف مشخص، با چیزهایی که پیشنهادات جدیدی که اومده برای اون بخش مربوط به همبستگی میبایستی از در درون ساختار نهاد مردمی ببخشید این فکر بشه که به چه ترتیبی کارهای مربوط به اون همبستگی انجام بشه، چون من اصلا این دو وظیفه رو در کنار هم نمیبینم که شورای دوران گذار رو ما بیاریم و تغییراتی توش بدیم و اون وظیفه اصلی رو ازش برداریم و مثلا بریم کنگره ملی رو بدون شورای دوران گذار همیشه انجام داد. یعنی ساختار نهاد مردمی این شایستگی و این پتانسیل رو داره که مثلا بره به سمت کنگره ملی، بره به سمت نمیدونم هر واحد همبستگی ملی، هر چیزی که اسمش میخواد باشه. به همین دلیل من معتقد هستم که شورای دوران گذار طبق همون آیین‌نامه مصوب میبایستی در اولین فرصت در نهاد مردمی تشکیل بشه. من تمام. با تشکر از جاوید آزادی عزیز، نفر دیگری که دستش بالا هست در اتاق اینترنت آقای آریا قجر هستند، یکی دیگر از اعضای هیئت امنای نهاد مردمی. آریا قجر خوش آمدید از سفری که داشتید، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. منتظریم که آریا مایک رو بگیره. امروز مثل اینکه اشکال اینترنتی هست در پلتاک و سخته که مایک رو گرفتن. آریا عزیز هر موقع مایک تو آماده هستی بگیری F9 بزن. هموطنان عزیز، آقای ابراهیم گنجی همه الان برای من تکست زدن، میگن ایمان جان در همین یک ساعت 9 نفر از ایران زنگ زدن، اگر این 9 نفر ثبت نامی بودن اون دوستانی تقبل کردن. آی دکتر ترانی مستار، 9 دلار بدهکار شده به نهاد مردمی. بفرمایید آریای عزیز، درود بر شما. منتظر هستیم آریا مایکشو بتونه تو اتاق بگیره. پس هموطنان عزیز، به خصوص از عزیزان داخل کشور، نه تنها با یک تلفنی که میزنید پشتیبانی خودتون رو از یک جایگاه مردم سالار اعلام میفرمایید، نه تنها که یک شماره مخصوص آیدی شناسایی برای شما صادر میشه که در روز آزادی ایران میتونید بگید این شماره من بود و این صدای من بود و من از آن روز پشتیبان این یک هدف 5 اصل بودم، بلکه توسط عزیزانی که در اینجا هستن اوکی عذر میخوام چون وقت داره تلف میشه. آریا جان نمیشه، من مایک شما رو ندیدم و دستتون بالا، یعنی مایک رو نتونستید بگیرید.
اگر که میتونید از اسکایپ منو بگیرید بفرمایید، ولی ما این چون بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات بعد هم احتمالا میریم جلو، اجازه بدید من چند تا از این صداهایی که هست پخش بکنم در این 3-4 دقیقه ای که پایان برنامه وقت باقی است و مسلما این بحث ما پیش خواهیم برد. فکر میکنم که بانو سارا سفیری این بحث رو در جلسه فردا هیئت امنا هم خواهند گذاشت، فکر میکنم در دستور جلسه هست. این جلسات میدونید که ضبط میشه و به زودی پخش مستقیم خواهد شد بر اساس اصل شفافیت نهاد مردمی. مردم باید بدانند مهمترین و بزرگترین اشکالی که در اپوزیسیون به نظر من و بسیاری هست این عدم اعتماده، و نهاد مردمی با این انتخاباتش، با این شفافیت مالیش که تا 30 سنت آخر چه کسی چه زمانی چه ساعتی چه ثانیه پول داده، با این صحبت هایی که در اینجا میشه، اینها باعث اعتماد سازی خواهد شد. وقتی اعتماد باشه مردم حاضرن یک قدم جلو بذارن و با ما رو 100% کمک کنن که این همبستگی پیش بیاد. گوش میدیم به محمد آزادی از ایران. با سلام، من محمد آزادی هستم از ایران و پشتیبانی خودم را از نهاد مردمی میکنم و برای آزادی ایران و ایرانی و نابودی رژیم خائن تلاش خودمان را میکنیم و یک روزی موفق میشیم و باید موفق شویم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بانو سارا سفیری به من الان گفتن ایمان جان فردا هیئت امنا جلسه نداریم. درست میگن، یک شنبه من قاطی کردم. ایده نور از دارم پخش کردیم، اینم پخش کرده بودیم. عشقی از ایران، این تعداد چه زیاد میشه؟ من دو نفر رو سلام. من عشقی هستم از بندر انزلی. تمام با تمام وجود اعلام میکنم از اهداف نهاد مردم قربانه باشید. درود بر شما از بندر انزلی. یکی دیگر هم پخش بکنیم، برنامه وقت تمومه. مازیار از انگلیس. من مازیار هستم از انگلیس. درود به همه شما ها و همه بانیان نهاد مردمی. درود به همه اونایی که به ایران ایرانی خدمت می کنند. بدین وسیله من پشتیبانی خود را از 5 اصل نهاد مردمی اعلام می کنم. خیلی از دوستان من هم اینجا این کار می کنم به موافق این 5 اصل نهاد مردمی هستن. درود بر همه اونایی که به ایران ایرانی خدمت می کنن. زنده باد ایران. درود بر شما مازیار عزیز. درود به شرف تک تک شما که از داخل کشور قدم اول رو برداشتید و اومدید یک تلفن میزنید به یک جایگاهی که بهش اعتماد دارید و این یک تلفن از 5 است. و درود به شرف تک تک کسانی که پایه‌گذاران و بنیانگذاران این نهاد مردمی بودن و هستند و با تمام سختی ها، با تمام ناراحتی ها، با تمام شکایت ها، با تمام گله ها، با تمام کمکاری ها که احتمالا میشه نمیشه، هدف رو جلو چشمشون دارن، میدونن راه ما درسته، ما هدفمون درسته، راهمون درسته، یواش و تندش رو درست خواهیم کرد. شما باید درست کنید، باید قدم جلو بذارید، بیاید اینجا روی این صندلی بنشینید. ایمان فروتن نباید اینجا هر روز یا هفته دو روز یا سه روز باشه، شما باید باشید. آی جوونا، ما باید گروه جوونا رو بیاریم، جوونا رو باید فکر بکنیم که چگونه از حتی در خارج از کشور، در داخل کشور داریم برنامه‌هایی، داریم پروژه‌هایی، تا الان بدون یک دلار پول کار کردیم، امروز 21000 دلار در صندوق نهاد مردمی هست به خاطر شما عزیزان، به اضافه 9 دلار که آقای دکتر تهرانی مستعار بعد از اروپا بفرستن. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار. مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست، با هیچ کس هم شوخی نداریم. اینم برای اونایی که میگفتن فروتن از این کار نهاد بکنه. خدا نگهدار. بابا آینده ایران در دستان شماست.
مردمی.